هموطنان مسیحی، حامیان مقاومت مردم ایران در سراسر جهان، پیروان ارجمند عیسی ابن مریم، میلاد خجسته عیسی مسیح، پیام‌آور رحمت و آزادی و آغاز سال نو را تبریک می‌گویم. باشد که سال 2014 برای مردم جهان و مردم منطقه سال صلح، همبستگی و بهروزی و برای مردم ایران سال آزادی و دموکراسی باشد. کریسمس روز شادی و امید برای بشریت در زنجیر است. روز بشارت بزرگ برای رهایی انسان، زیرا کسی چشم به جهان گشوده است که به قول قرآن می گفت هر جا که باشم برکت و شرف مردمان خواهم بود. آری، مسیح برای شکستن قل و زنجیرها و برای بیداری و بینایی انسان و حیات حقیقی او برانگیخته شد. این بشارت رهایی اما بهایی سنگین را می‌طلبید که مریم عذرا با روی گشاده آن را به جان خرید. از این رو، چنان که در قرآن آمده است، فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه خیش که نامش مسیح عیسی ابن مریم است بشارت می‌دهد. و چنان که در انجیل آمده است، مریم عذرا می‌گفت از این پس همه نسل‌ها خجسته ام خواهند خواند. پس در روز میلاد مسیح پایداری بزرگ زنی را تقدیس می‌کنیم که الهام بخش رهایی نوع انسان و به ویژه زنان است و با نیایش مسیحیان جهان همراه می شویم که سلام بر توی مریم، خداوند با توست، فرخنده هستی تو در میان زنان و فرخنده است عیسی ثمره تو. هموطنان عزیز، در آستانه کریسمس و سال نو، دیکتاتوری آخوندی دستگیری و آزار مسیحیان ایران را شدت بخشیده است. شماری از کشیشان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط رژیم محاکمه می شوند. رهبران کلیساها یا زندانی می شوند یا تحت کنترل و انواع محدودیت ها قرار می گیرند. سال گذشته در همین ایام 50 تن از مسیحیان صرفاً به خاطر برگزاری مراسم میلاد مسیح بازداشت شدند. مواضع و رفتار آخوندهای حاکم نه با فرهنگ و تاریخ و سنت ایران و نه با آموزه های اسلام حقیقی کمترین سنخیتی ندارد، زیرا در قرآن تاکید شده که ما میان هیچ یک از پیامبران فرق نمی‌گذاریم. بر همین اساس ما مسیح و موسی را نیز پیامبر خود می‌دانیم و راه آنان را از راه محمد جدا نمی‌دانیم و پیروان آنها را خواهران و برادران خود می‌دانیم. در روز میلاد مسیح پایداری و رنج پرشکوه عیسی ابن مریم را ستایش می‌کنیم که برای فرزند انسان راه گشود. به او راه و رسم فداکاری آموخت و گفت هیچ عشقی بزرگتر از این نیست که برای دیگران زندگی خود را بپردازیم. و پیام او را به یاد می آوریم که گفت تا پای جان وفادار باش که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید. با تعصیب اوست که مجاهدین و رزماوران آزادی سال هاست صلیب بر دوش راه جانبازی و فداکاری را برای آزادی مردم ایران در پیش گرفتند. مقاومت ایران سرفراز و شادمان است که در سالی که رو به پایان است، در رویارویی با بدترین دشمنان خدا و خلق، با تمام توش و توان ایستادگی کرده است. در این نبرد یا با دست‌های بسته تیر خلاص خورده یا هدف موشک و خمپاره قرار گرفته و
و یا به چوبه‌های دار سپرده شدند. اما هرگز تسلیم دیکتاتوری و فاشیسم دینی نشدند. در همین سال بیش از 950 تن از اعضای مقاومت از زندان لیبرتی تا ژنو و برلین و روم و ملبورن و استکهلم و لندن و اتاوا و واشنگتن به اعتصاب قضایی دست دادن که تا آستانه کریسمس به مدت 108 روز ادامه یافت. در آخرین هفته های سال جاری و در آستانه کریسمس دادگاه اسپانیا با رأی شجاعانه خود یک قدم اساسی در این راستا برداشت که مسئولان جنایت علیه بشریت در اشرف را به پای عدالت بکشاند. این بشارتی بود بر این که وجدان بشریت معاصر نسبت به درد و رنج هم نوعان خود بی تفاوت نیست و عدالت سرانجام بر ظلم و بی عدالتی چیره می شود. به مناسبت کریسمس و آغاز سال نو، از حمایت و همبستگی همه اسقف‌ها، رهبران کلیساها و مسیحیان بزرگوار در این سال، از مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی و مردم تحت ستم ایران و زندانیان سیاسی سپاسگزاری می‌کنم و از آنها می‌خواهم در ایام مبارک میلاد مسیح برای آزادی هفت گروگان اشرفی و برای آزادی همه زندانیان در ایران به ویژه زندانیان سیاسی که در سخت‌ترین شرایط به سر می‌برند و همچنین برای مسیحیان ایران و کشورهای منطقه که در رنج و سختی‌اند دعا کنند. باشد که در ایران دموکراتیک فردا، در یک جمهوری مبتنی بر جدای دین و دولت، همچنان که در برنامه شورای ملی مقاومت آمده است، همه مردم ایران با هر مذهب و عقیده‌ای در آزادی و صلح و مسالمت و بدون هر گونه تبعیض در مقابل قانون زندگی کنند. و باشد که رحمت و برکت عیسی ابن مریم زندگانی مردم ایران را در بر بگیرد. سلام بر عیسی مسیح، سلام بر مریم عذرا. میلاد مسیح و سال نو میلادی بر همه هموطنان مسیحی مبارک باد.